اینجا موضع کبودجر در شهری راغون است. تا 3 سال پیش راه به سمت منطقه رشت از اینجا می گذشت. حالا این راه زیر آبانبار نیروگاه راغون مانده است. برای ساکنان راه نو کشادن، ولی راه نو طلبات ساکنان را قانع نمی کند. با گذشتن هر ماشین از این راه چنگ خاکیان به آسمان می پیچد. به گفته ساکنان حدود 20 کیلومتر این راه خراب است و برای گذشتن از آن بیش از 1 ساعت صرف می شود. جزیره شو اهمیت نمیتیان، گوش نمیکنن. خیلی پاسی بسیار یا برونگری شوا وابش خیام بسیار میشوا میرم. 3 سال شدم خدایا. یا خی در 6 ماه یا بروز کنن میکنن، نه بشه پاستیانی هم خدایا. مقامات به ساکنان گفتند این راه موقتی است، اما رانندگان میگویند این دلیل نمی شود که به راه دقت داده نشود. وزیر همه بده چوک جوی می روید دیکم دیمز کورس می روید راست خود بنزین امارتیزات را همه رسول می شود. خیر را نظورات کنن نغز می شود، اقلا نمی را گریدر کنن یا نالوگی ترانسپورت 1200-1300 چیده همین موقتی را هم بوشا گریدر کدن ممکنه که نظورات کدن ممکنه. وادی رشت در شرق تاجیکستان جایگیر بوده، زیاد از 300 هزار اهالی دارد. ساکنان ناحیه های تاجیک‌آباد، سنگوار، نورآباد، رشت و لخش از همین راه می گذرند. امید ساکنان به ساخته شدن راه نو است. راه نو راست می دهند، خود راه نو در چی می شود؟ این راه حالی را ساز یکی این راه همی خمی شود. نرمال نیم، فقط این راه چی اسوال نیست که می خرد. منظوری رانندگان این راه است. ساختمان راه آبگرم نورآباد 1 سال پیش با مبلغ بانک آسیای رشد و فاند اوپک آغاز شد. آن را یک شرکت چینایی می سازد. در صورت بنیاد راه نو ساکنان دیگر از راه خراب نمی گذرند. ساختمان راه را شرکت ما ماه ایون سال 2021 شروع کرده و طبق شرطنامه باید تا 1200 روز به اتمام رساند. شرط اساسی کار ما این است که هنگام پره به استفاده دادن باید نقلیات ها به مشکل روا کنند و خوف و خطر در این مسیر نباید باشد. برای همین شرکت ما خیلی کوشش دارد که کارها را 100% در مهلت معین شده به اتمام رساند. راه یکی از مشکلی های اساسی منطقه های دوردست تاجیکستان است. اکثر راه های کشور از منطقه های کوهی می گذرند و مقامات گفتند ساختن آنها آسان نیست. اما ساکنان می گویند بدون راه های آباد منطقه های کشور رشد نمی کنند. ملا رجب یوسفی فرزان محمدی، آزادی رشت.